قسمت دوم فصل چهارم رفع سینما یوتیوبرا با یه مهمون فوق‌العاده ویژه که اولین بار اصلا داریم با آقا پیام گل گلاب ویدیو میگیریم. پیام جون خیلی خوش اومدی. بزن بر طبل شادانه بزن. قربونت برم، مرسی. فکر کنم قوی ترین مهمونت من باشم علی جان. یعنی این کار ترین و قوی ترینش من باشم داداش، میدونی این رویه. آقا پیام واقعا انسان دوست داشتنیه، من به شخص خیلی درم. دوست دارم. مرسی. و یه نکته جالب همین اول کار بگم، ما قرار بود که فصل سوم پیامو داشته باشیم که متاسفانه تایممون نخورد و اینجوری بهتون میگم که یک سال بعد قسمت شد که بالاخره بیاد. آره توی فصل چهارم تقصیر منم شد، خداییش پارسال تقصیر هی این ور اون ور کار برام پیش اومد نتونستم بیام، ولی اومده که تو فصل چهارم 20 میلیون تومن رو برای خودش بکنه. اصلا از قبل به اسم من زده شده دیگه. دقیقاً قوانینی که گفتیم الان پیام قوانینم هم همه رو میدونه، فقط میتونی واسه اون 10 امتیاز بچه‌ها حالا تبلیغی می‌خوای بکنی، بگی بچه‌ها لایک بزنن، کامنت بزنن، دیگه خودشون میدونن دیگه. دیگه اون 20 میلیون میاد تو جیب من و بچه‌هایی که لایک میزنن. خب آقا قسمت قبلی هم اگه دیده باشید امتیازا یکم جابجا شده بود و یه چیزم یادم رفته بود، قضیه پیش بینی با امیرحسین متاسفانه یادمون رفته بود، امتیازم نشورده بودم که آخر این قسمت بعد از اینکه پیام امتیازاش جمع بشه امتیاز درست قسمت قبلی هم تو این قسمت دیگه داریم و جدولو با دو مهمون میبینیم که آخر سر ببینیم پیام میتونه فعلا اولیو بگیره یا نه. بیشتر از این وقتتون نمیگیرم، بریم سراغ قسمت دوم. قدر سلامتیتون رو بدونید و بریم ببینیم که چیکار میکنیم. 1 2 3 برو بریم. خب پیام جون آماده ای؟ Let's go. بد جوری هیجان دارم و اینم بگم که پیام به من گفته بچه اصلا فوتبالی نیست، حالا بیشتر باهاش حرف بزنیم وسط چیز، تقریبا فقط بازیکنهای معروف رو میشناسه، درسته پیام؟ آه نه، خیلی از بازیکنها رو میشناسم تقریبا. نه مثلا الان آره الان تقریبا 4-5 تا بازیکن رو من کامل میشناسم. من یه لحظه گفتم الان بخواد من رو زایه کنه. مگه بیشترن؟ خوبه، همون هم خوبه. بریم با هم دیگه ببینیم. اول از همه اول امتیازی که میتونی بگیری ترکیب 4-2-2-2 به نظر خودت میده ترکیب مورد علاقه منو؟ متاسفانه من زیاد چانس خوبی ندارم علی جان. منم هیچ سوالم نده، ولی بریم ببینیم. آره. که 4-2-2-2 رو نمیده متاسف. نده. آی خیلی ترکیب های بدی داده. آی 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 ولی اشکال نداره، این از قوی بودن تو کم نمی کنه پیام جان. من یه شعاری دارم، ببین الان ترکیب سه دفاعه بین اینا ترکیبیه که من بهتر بازی میکنم، ولی من یه شعاری دارم، حالا بچه‌ای که استریما ویدیو رو میبینن میدونن چیه ترکیب سه دفاعه. شعارم اینه که یا سرویس میکنیم حریفو به خاطر اینکه هجومی خیلی قویه، اوکی. یا سرویس میشیم به خاطر سه دفاعه بودنمون کمه دیگه. آره حالا یا نه میتونیم یه چیزی باشه که ملو باشه، مثلا به نظر تو 3-4-3 خوب نیست؟ نه دیگه اینا سه دفاعه دیگه، سه دفاعه کلا یا سرویس. آخه 4 تا وسطن دیگه، این تاثیر نمیتونه. نه 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 اون تاثیر نمیذاره اون سه تا. یا میتونیم 4-4-2 بریم که من زیاد با 4-4-2 بازی نکردم، بین اینا من با 4-4. آجی من الان فهمیدم، 4 اولی دفاع از اول اینجوری میاد. اوکی من برعکس، من فکر میکردم از دفاع از حمله میاد به دفاع. از دفاع میره به حمله. آره دفاع. دیگه بچه الان فهمیدیم پیام کجای کار توی اف سی یا خود خدا. اینجا رو کات کن، اینجا رو کات کن. یا خود خدا. ببین آدم ریسک پذیری هستی تو زندگی پیام؟ اوه تا دلت بخواد. آره پس اگه نظر منو میخوای اینجا هم حاجی ریسک کن، یا سرویس بشیم یا سرویس میکنیم، فوقش اینه که بازی اول میپاسیم. ولی شاید هم خب برای بازی بعدی دوباره میتونیم انتخاب کنیم. نه یه بار انتخاب کنیم دیگه. تا بیا حالا یه ذره چیز کنیم. 4-4-2 گفتی خیلی قوی تری بهتری. 4-4-2 گفتی اصلا بازی نکردم، ولی خب اگه فکر می‌کنی راحت تری 3-4-1-2 همون 3-4-1-2 بریم.
ببین راحت تر که هستم، ولی رو کلینشیتش باید خیلی کم حساب بکنی چون سخته دیگه تو سه دفعه. پس همینو برمیداری؟ تشویقای من به بازی تو تأثیری داره یا نه؟ آره روحیه بدی معلومه. برو من حمله خودم، من دفاع خودم میام پشتت. برو بریم. پس ریس میکنی سه ثانیه تو درسته؟ برو بریم. برو بریم. اول از اینکه بریم، یک بازیکن که فکر میکنی توی این درفت بهمون بده رو بگو که من اینجا بنویسم که اگر گرفتیم امتیازو بگیری دیگه. از بین اون بازیکنایی که من بلدم. آره بازیکنایی که میشناسیو بگو بریم چند تا. منو تو شرایط سخت نذار علی جان. یا خدا خدا. پله؟ خب. رونالدو؟ خب. رونالدینیو؟ کدوم رونالدو؟ اونی که کچله وسط دندوناش. نازاریو پس. خب کریستیانو که 100% میشناسی. آره کریستیانو. آره دیگه. پس رونالدو نازاریو هم میشناسی. اوکی. آره آره. نه من می‌خواستم دونه دونه بگم. آره. خب. بعد دیگه مسی، بنزما. خب. اونا هم یعنی قبل ویدیو دیدی. همین قبل ویدیو یه توضیح دادم درفت و پیکه بنزما رو دید گفت. یه خانومم میشناسم اگه می‌خوای. آقا ما داشتیم توضیح میدادیم اسم بنده خدا خیلی بد بود، از اون موقع دیگه یادش مونده برای خب. آره بعد دیگه کی هستن؟ همینا رو دیگه بابا روبرتو کارلوس هم میشناسی دیگه. آره میشناسی؟ چرا بابا چرا؟ میشناسی همون موبولنده دیگه. کرایوف هم میشناسی؟ خیر کرایف نمیشه. اوکی ولی از همین بازیکنایی که گفتی احتمال داره بده، یه دونش احتمالش خیلی بالاست که بده، که امیدوارم همون انتخاب بکنی. من کمکی نمیکنم، خودت بند انتخاب اوکی بکنی. بنزما. آ بذار بنزما انتخاب بکنی. نه بگو چی میخواستی بگی. بگو نه فقط میخواستم بگو میتونی بنزما میخواستم بگم به نظر تو بهترین بازیکن جهان کیه آل تایمت؟ رونالدو، کریستیانو رونالدو. جدی؟ رونالدو فنی؟ نه چیزی که میبینم هم سبک زندگیشو و همین که ورزشکار و فلان و اینا خوشم میاد، دنبالش هم نمی کنم. ولی نمی کنی ولی خب نه این پس این قضیه رو ولش کن. اوکی همون کار خودت رو بکن. الان پیک از بین اونایی که گفتم حالا فکر رونالدو رو بده. آره از بین اونایی که گفتی امکان داره هر کدومشو بده. بنزما آقا بریم بنزما. هم بنزما که بنزما. اوکی پس بنزما رو من نوشتم. چند تا امتیاز داره اگه بنزما در بیاد؟ 5 امتیاز. اگه 5 امتیاز. اوکی. من یه حسی به این میگه پیام تو عجیب غریب آیکون 97 به بالا میگیری، ولی توتسا رو نمیدونم اون توتسا رو بتونی بگیری یا نه. بریم با هم دیگه داشته باشیم. اولین پیک کاپیتانه، ببینی که توی کاپیتان کیا رو میگیری که وای به به خانوم گیرلی. آخ 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 ایتالیایی هم هست. من خیلی منتظر بودم خانم گیرلی به میگیره کیه همه چی من اصلا نمیشنست. خیلی پیک خیلی بدیه، ولی توجه داشته باش پیام، این پیکت باید زنگ بزنی به یه نفر و اون نفر باید اون عددی که تو گفتی رو انتخاب کنه. آها اوکی. آخ آخ این امتیازم پرید. نه دیگه سعی کن یکی رو جور کنی دیگه. علی من ایش کسی ندارم. خانومت نمیتونی زن بزنی بگی 1 تا 5 انتخاب کنه؟ زن مردی اینجاست. بیا بهش بگم. فقط بگو کارتا رو نبینه ها. او ببینه بدتر از منه داداش. ما دوتا یکی از یکی بدتریم. اوکی بهش بگو بیاد ببینه. اوکیه ببینه، ولی بهش نگو تو کدومو انتخاب کردی. بهش بگو 1 تا 5. حالا جلوی دوربین نمیاد، بذار از همون پشت همون صداش فقط بیاد. یه شماره به من بگو، میفهمی چی میگم؟ 1 تا 5. از 1 تا 5 ده اونو از 5 به هم یه شماره اونو بگو. 1, 2, 3, 4. نه بلند بگو که بشنوم. وایسا خوب فکر کن. از 1 تا 5 یه شماره انتخاب کن. 3. به خدا من چیزی نگفتم. به خدا من هیچی نگفتم. حتی ایتالیایی هم گفتم 1 تا 5 انتخاب کنه. آقا تلپاتی زن و شوهری قبول نیست. بابا به خدا من هیچی نگفتم. من به چیزی گفتم؟ نه چون نمره فورتوناتو کمیسی دیچه. شماره شانسی گفتی.
اوکی میگه شانسی گفتم من نکرتم دمت گرم انشاءالله. ده امتیاز همین اول کار گرفتی. من چاکرت. خیلی کار سختیه بچه های فصل چهار دارن میتره کنن حاجی سر این کاپیتان بنازم. پس برداشتیم اینو داری. حالا یک سوال دارم پیام، اون پیک لفظ تو کجا میخوای استفاده کنی؟ آیا واسه مهاجم میخوای استفاده کنی؟ پیک لفظ همون که باید من اسمشو میگفتم در بیاد یه بازیکن. آره فکر میکنی الان تو استی میخوای اینو به من کمک کن کجا امتحان کنم به نظر الان چه بازیکن بگو چه بازیکنو میخوای بگی؟ کریستیانو رونالدو خیلی سخت کارت میده. آره ولی ممکنه کارت پایین ترش هم بده قبول اونم. بعد اگر من بدم بعد این نی وایس جملمون چی بود؟ این نده بعدی بده قبول نه 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 اگر من بگم اسمش در بیاد باید همونو انتخاب کنی؟ نه 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 آه میتونی کس دیگر انتخاب کنی؟ اگه کارشت کارتش پایین باشه من یکی دیگر همون بریم دیگه کریستیانو رونالدو. آره آره دیگه بریم پس اسمی راست ببینیم که آیا کریستیانو رونالدو رو ای وای بر من نداد رونالدو اصلا. ولی خوبه این میدما کیه؟ میدما کیه؟ بازیکن آرسنال من خودم نمیشته سرش خودت هم نمیشته سی آمال پس وایسا وایسا. ولی دو تا 91 داریم 94 داریم داداش اینجا لواندوفسکی اینجاست. بله داداش لواندوفسکی. آره همین برو بریم لوا. اوکی برو بریم سراغ استی چپ میریم. اینجا اگه کریستیان رونالدو رو بدم بدجوری بدشانسی. بریم ببینیم چی میده. نه بده اشکال نداره بعد تو بازیمون تأثیر میذاره اینجا هم نداره. اوکی اوکی خوبه خوبه اوکی من باید انتخاب کنم. بله همش پیکای برای شماست. ببین داداشم من که نمیشناسم که من بالایی شد خانم اسمیت هستن. خب 95 بله ولی وایس شماره های اون پایینش هم ببینم اونا هم تاثیرگذاره دیگه. نه اونا ریز استاتسش مثلا پیس سرعت شوتینگ هم که شوت پاسینگ همون دیگه. خب اونا هم میتونه مثلا شاید یکی 95 باشه ولی مثلا 93 اونش هم حساب کن اونش هم ببین هر چی رو میخوای ببین. همش این خانومه آمریکاییه. بله آمریکایی‌ها فوتبالشون زیاد خوب نیست. اتفاقا یه خانومی هستش به غیر از این آیکونه عجب کارتی داره اون. آره خدا طول عمر بهش بده. همین اسمی تو بریم دیگه. همین اسمی برو. آره. بریم انتخاب خوبی بود. خوب بود. حالا بریم سراغ سی ایم. اینجا ممکنه که پله رو بگیری. اینجا ممکنه پله 97 رو بگیری. ببینیم چیکار میکنه توی سی ایم های پیام خان. رونالدینیو که خوبه دیگه. رونالدینیو داداش خوبه. کشکی رونالدینیو رو بگیری. آره کشکی رونالدینیو رو میگفتی به جای بنزما. راست میگی اولش. آره بذار یکم اذیتت بکنم. رونالدینیو کارت بالاترم داره. کارت 98. بابا علی من 98. آره ولی خب خیلی ریسک امکان داره اصلا نده. و بهت گفتم رونالدینیو امکان داره اون باگی که برای توضیح دادم اتفاق بیفته یا دوتا بده دیگه. داداش اون باگ رو گفتی منفی 1% امکان داره اون باگو بزنه. خیلی درصدش کرد. نه همون رونالدینیو رو میدیم. رونالدینیو باری کلا. آقا یه بار ریسک کرد دیگه سر سه دفاعه دیگه نمیخواد ریسک بکنه چپ و راست. خب بری سراغ LM. امیدوارم LM تو خوب بده چون خیلی چی شده؟ بده؟ نه من نمیدونم تو به من بگو خوبه. کیو برمی داری؟ زلفسکی؟ نه زلفسکی؟ نه نه یه جوری گفتی اگار نه من جوری نگفتم فقط بخوام درست ببینم یعنی درست شنیدم زلفسکی گفتی. آه آلدافسری؟ آلدافسری؟ آره؟ آلدافسری که نه آلدافسری سالم آلدافسری هر کدوم که خودت میگی. ایتالیایی هم داره داشتم. کیزا جانم. بله کیزا باریک الله. کیزا هم داریم. کیزا میدونی چی میشه به ایتالیایی؟ میشه معنی داره. آره میشه کلیسا. اه به ایتالیایی میشه کلیسا. فامیلیش کیزاه اسمش فدریکو.
فدریکو 92 92 دو تا 92 این دو تا که از همه بیشترم، باید بین این دو تا انتخاب کنم دیگه. آره دیگه، میتونی اون ریز استاتسی که گفتی رو پیدا کنی ببینی دیگه. اگه اونه که سالفسکی، خب همین رو پس ور میداریم. خوبه، انتخاب خوبی. خوبه. دو ساری هم خوب بود، ولی اینم خیلی خوبه چون شوتینگش هم بالاتر بود. بریم سراغ هافبک وسطات. اوکی. اینجا ممکنه بهت آیکون مایکونای خفنی بده. ببینم. ای وای. این مهم نیست. خیلی بد داد. هر کدوم خواستی بعد. لعنتی یه دونه 80 هم به ما نداد. همه 79. دیگه بالاترینشو برمی‌داریم. همون گوندوزی. گوندوزی برو بریم. گوندوزی. ای خدا، بری سراغ سی ام راست. بری سراغ سی ام را. آی پشمام پیرلو. یه شسیری پیرلو ایتالیانو. چقدر ایتالیایی داره بیده شانسه. بچه پیام هم اونایی که نمیدونن ایتالیا زندگی میکنه. 12 سال گفتی ایتالیا هستی. 12 سال. آره دیگه. اصلا بچه‌هایی که اگه زرنگ باشن وقتی که کیزا رو تلفظ کرد دیگه قشنگ فهمیدید دیگه، چون خیلی‌ها که اول کیزا رو می‌بینن نمیتونن درست اسمشو بگن، ولی تو وقتی که گفتی قشنگ تلفظ میگن چیزا. آره نمیتونن همون اول درست آره. تلفظشو بگن. پیرلو رو برمی‌دارم. پیرلو یه اذیت دیگه بهت بکنن. این امکان داره باش بیشترم بده. کارت 95 هم داره. آخه اگر اینو بر ندارم اگر آره. نه دیگه یه دونه خدایش آره. کمه نمیاد. فقط گفتم یه اذیت ریزی داشته باشم. آره. اوکی. این پیلو حالا من یه ترکیبمو یه جوری میچیدم که بهتر بهت بده. مثلا الان دفاع رو نمیچم. دفاع رو آخر میچم. الان می سرغ دروازه‌بان. آماده ای؟ اوکی برو بریم. تا الان 97 بهت نداده، ولی اینجا امکان داره اشمایکل 97 رو بهت بده و 5 امتیاز بیاد برامون. برو بریم. بریم ببینیم که ای بابا اون اصلا لباس آماده است داداشمون. اون آره لباس هم تنش کرده چون ایتالیایی بقیه تلفظه دیگه اصلا نمیدونه. یه ایتالیایی هم بهمون دوناروما رو بده دیگه. آقا الان این تعویضیه دروازه‌بان دوباره اینجا امکان داره باز اون اشمایکلا رو بگیریم. ریاکشن هم فعلا نشون نمیده. این دروازه‌بان دختره؟ بله بله. آره خب اگر من الان اینو بردارم دروازه‌بان، بعد تو میتونی بذاری جای اونی که میسوزه؟ آره میتونم. اونو کجا میذاریش بچه رو؟ اونو بیرون میذارم دیگه، چون ما تعویضی هم خوب بگیریم میتونیم تو ترکیب بیاریم. اوکی امکان داره تو تعویضی هم خوب بهمون بده. آره خب بریم پس ایربس. ای همینو همینه. اوکی حالا میرسیم سراغ پیکی که آقای پیام خواهم ملیت و شانس کدوم پیکو میخوای واسه ملیت و شانس شانس بدی؟ شانس رو میخوای انتخاب آره، کنی؟ آره شانس شانسی رو. اوکی پس من اینا رو آوردم. الان تنها نفری که پیکا رو میبینه خودمم. تو بچه ها نمیبینید. الان تو داری میبینی؟ الان نزدم هنوز دیگه، بزنم بعد مشخصش. بالاترین ریت رو انتخاب بکنی 15 امتیاز گرفتی. 1 2 3 پیک رو زدم. وای آها اوکی یه کمک بهت میکنم و شانست خوبه. تو الان دوتا الان بالاترین ریت دوتان یعنی دوتا 91 هستن. خوب. هر کدوم بگی 15 امتیاز میگیری. این یعنی یه کمکی بود که شانست زد دیگه. 91 خوب نیست. خب ولی باز 15 امتیاز میگیری. من فکر بازی بعدشم. یک همونی که هست. گزینه یک رو پس انتخاب میکنی. وایسه وایسه یه جوری گفتی استرس دادی. من فقط دارم سوال تو با چشات به من استرس دادی. نه اول 4 انتخاب بکنی؟ بابا نگو به من اینجوری دیگه. من میگم آقا بیا بار میگم 4 تا 4 رو بزن بره. دوباره از من سوال میکنی من استرس میگیرم. باشه پس یعنی تو الان عددی گفتی من دیگه ازت سوال نمیپرسم. همون عدد رو باز میکنم. یعنی بد نشون میدم که 4 همون بریم 4 همون بریم 4. به قرآن اگر یک باشه علی خدا شاهده من این میز رو وسط سنیم میکنم. خوزه 2 و 5 بودن. یعنی نه یکی که گفتی بود نه چهارمی بود. با تصفال 15 امتیاز ایجا ولی باید الان هم همون با ای بابا همون هم باید انتخاب کنی. آره دیگه همون پنجمی که انتخاب کردی. آره ولی الان زیاد فرقی داره. کانتونا هم بازیکن خوبی. الان ما باید بنزما رو سعی کنیم برای تو بگیریم. اوکی. حتی به سعی ما نیست به شانسته. خب بریم سراغ رزرو اولمون
یه بنزما بده خداییش دیگه بابا. نداد. اینا رو من بعد انتخاب کنم؟ بله. اولی. نه نه آهم وایس یو اول فاز نه اولیه چی بود؟ چهارمیه. 95؟ نه وایس وای. چی اینجوری من نگاه میکنی علی؟ مثلا نگاهت مثلا دارم بچه چیزو میبینم، صفحه بازی رو میبینم. 95 بده مگه؟ خب 95 دیگه. آره. میخواد منو بزنه. آره. نه او فقط دارم تایید میکنم، چیز خاصی نمیگم. البته اون 93 هم تو دیدی، اما اول دیدی خیلی خوشحالی کردی، تو گفتی آی خدایی خیلی خوبه. این شاید 95 باشه، ولی اون آقای متئوس اون احساس میکنم آلمانی هم هست، اون کارش درسته. بریم برای یک رو بر میداریم و باری کلا درسته. بله وسط زمین تو بلوزر میندازه، اصلا این سجیب غریبی خفنه. چه خوب شد جای اون افتادونه. آره بریم سراغه. ببین یه دونه استی میخوام که به جای لوا بذاریم، یه دونه هم آر ام خوب کار رو برای در میارم با اینا. دو تا بازی کنه. این الدوساری ولت نمیکنه. آره این گیر داده من بگیرمش. آره. این داره گیر داده که من بگیرم. من می بگیرمش. عربی هم هست. همینه. آره عربستان سعودی. آره. همون آره اونو میگیرم. برو ببین. پریش آقا رزرو چهارم. اون داره هم میزنه دستش. این من از تو یاد گرفتم این هم زدنه. آره من هرچی فوتبال میدونم از تو یاد گرفتم. مونارم همون یه ذره ای هم که میدونم. بلد تا بقید همه هم میزنیم. تاکتیک بازی هم در میاریم. استاد عزیز ریوالدو. ریوالدو رو برمیداری. اوکی رودگولیت کارت بهترم داره. خب بری سراغ رزرو بعدی. رزرو آخر، رزرو پنجم. خیلی خوشحالی کردی. خوشحالی کردم؟ نکردی؟ ناراحتی کردی؟ کیو میخوایی برداری الان؟ پیام جان؟ اون داشتمون شماره دوه کرایوف این. آره اذیتت کنم؟ این عدد بالاترم داره؟ نکنم، ور ندارم. دو تا 97 داره، یه دونه 95 داره. کمک کردم به بچه ها این قضیه، چون بچه ها خب نمیدونن بعضی از بازیکن‌ها چند تا کارت دارن، این کمک رو بدون امتیاز کم کردم به بچه ها میگم که آقا این کارت بهتری داره. باید دیگه حالا ریسکش با خودشونه دیگه. آقای فرانچسکولی. فرانچسکولی باره به ولی اسم شبیه ایتالیایی هست. فرانچسکولی. فرانچسکو ایتالیاییه. من تا حالا فرانچسکولی ایتالیایی نشیده بودم. حالا شاید هم باشه من نشیدم. خب بریم سراغ این. بریم حالا سابهاتو بزنیم. اینجا میتونه چیز خوبی به همون بده. 95 95 اصلا بدون هیچ فکر. دبین ها برزیلی برداشتیم. امیدوارم امتیاز ریتینگ رو بتونیم بگیریم، چون ریت های خوبی داری میگیری. پیام بریم سراغ پیک بعدی. ریت بعدی که میده اوبردورف. نه وایسا همپ هم هست. بله 99. این سی دی ام، این ال امه. یعنی من نمیدونم چی. البته این دفاع وسط هم میتونه بازی بکنه. این دفاع وسط اون چیه؟ این دفاع بغله. این دفاع بغله. وسط و هاف بک. این ال ام اون گوشه. جای اون خوبه دیگه. اون اسکول 87 فوت. نه ببخشید دیگه اون اسکول. نه نه ال ام سمت چپ، اون آر ام سمت راست. آها 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 اوکی لف اوکی. اون اوبردورف. اوبردورف رو همیداری؟ آره. انتخاب خیلی خوبی بود به خاطر اینکه دفاع وسطمون رو میتونیم بذاریم، چون دفاع وسط خیلی مهمه تو سه دفاعه. بریم واسه ما هنوز دفاع رو انتخاب نکردیم. اینجا ممکنه که بنزما رو بده. نه هنوز دفاع رو انتخاب نکردیم. یا الفاز 96 آقای دایبالا. باریکشالله آقای دیبالا رو گرفتی. توتسش هم از کارت خفنی هم هست این کارت. شاکرتم من نوکرتم. 5-5 به نظر اون بازیکنه که گفتم باید جای لوا بگیریم همین بازیکنه. عالی نباختی. و پیک آخری که ممکنه کریم بنزما رو بده، بعد از این دیگه ممکن نیست بنزما رو بده دیگه. فقط تموم شد دیگه. آره دیگه تموم. بریم این 5 امتیاز بنزما رو پشمام.
نداره. اشکال نداره. اشکال نداره. اشکال نداره. اسمیهم. نه وایسا وایسا نه اونم هست. نه نه اون یکی برزیلیه، اون یکی بهتره. مارکیونیوش داره. پسره. 88 آره. حالا اینم دفاع بعدیمون. حالا می‌رسیم سراغ دفاع وسط‌ها. امیدوارم این دفاع وسط خف. حاجی اینا همه 95 92 ان. واو وای پیام فکر کنم امتیاز ریتینگ رو بهش برسیم. جدی میگی؟ خوب داری ریتینگ میگیری. آره قاعدتا شماره ای من میخوام برم بالا که اون خانوم است، خانوم رنارد. آره بریم همونو بریم دیگه. همون من میخواستم این آب مکانا رو انتخاب اوپامکانا رو انتخاب کنم. آره فرانسوی هم هست، امکان داشتون خوب باشه، ولی اون امتیازش بالاتره. همینو بردارم. آره بریم همونو بردارم. آره. خوب بعدش 95. پیک بعدی دفاع شروور داد متاسفانه. اشکال نره. الان اون اوبردورفر رو میتونیم چاییم بیاریم. اوکی. همون دیگه با برناه رو برداریم. دیگه برناه. اینم از این. پیک آخر سیبیمون چی میخواد بهمون؟ بابا به نازم اوپامکانو ولکنه نیست بیا راستیه دوباره اوپامکانو رو داد. آی پالو مالدینی هم که میشتاسی. آره آره دیگه ایتالی میگه. آره. اصلا ایتالیایی عجیب غریب داره به تو ایتالیایی میده توی درفته. ولی خب اون که ضرره برداشتنش الان مالدینیه. ضرره برداشتنش. آره ریتینگ 90 کارت بهترم داره. نه همون اوپامکانا رو آره برمیده. اوپامکانا تو دلت گیر کرده. آره اصلا اینجوری هم کرده. دفاع وسط ها واقعا قوله. ببینم آیا کارت بهتری بهمون میده توی دفاع وسط. ببینیم چه ریتی داری میگیری پیام؟ من چکرتم. گفتم من اومدم این 20 تومنو بزنم به جیب برم. یا خدا خدا. همون فریم پونگ رو برداریم. ما بهش بگیم با بچه ها پیم پونگ. پیم پونگ رو برداریم. تازه یه خبر خوب. پیم پونگ میتونه اینجا بازی بکنه. بنازم بهت. وای چقدر عالی شد. این پسر خب. اصلا تو حالا این پیچ آخرته. این پیچ آخرته. ببینم چی کار میکنی. خواهش کن نره. اینقدر ریت خوب گرفتی که اینا دیگه مهم نیست. همون وسطیه. اون رابینسون رو برمیدارم. رابینسون رو برمیداریم. آره. اوکی. خب ببین من هنوز ترکیب و دست از زده ریتیگ 93 رو رسیدی. یعنی چقدر امتیاز؟ تو 5 امتیاز فعلا گرفتی. ای بابا. و تمام! 94! 94! بزن برد تبش دادم. بزن. 95 بعید میدونم دیگه بشه. ولی تست میکنم. همون 94 حساب میکنی؟ 10 امتیاز. 10 امتیاز تا الان 20 بح امتیاز بح. قبل از اینکه وارد بازی ها بشیم 20 امتیاز داری. حالا میرسیم سراغ ریسک اصلی. اوکی. برای مربی آیا ریسک میکنی بین 5 تا کشور یا اینکه انتخاب نمیکنی؟ اگر اشتباه بگی 10 امتیاز ازت کم میشه. نه داداشم من ریسک میکنی؟ نه من غلط بکنم ریسک کنم. حالا زور 10 امتیاز گرفتم. حالا اینو که حساب نمیکنی، ولی حالا شانسیه بگو ببینیم شانس چیه. ایتالیا، انگلیس، اسپانیا، آلمان، فرانسه، کدومشو نمیده تو این پیک؟ ما حساب نمیکنیم، ما فقط میخوایم آلمانی که فکر کنم بده، ولی خب ببینیم. بچه‌ها حساب نیست چون گفتش قبول نمیکنه. او خوبم خوب شد که اما اولی هم آلمان اولی رو داد. آی 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 که همین آلمانی هم برمیداریم. میرسیم به اصلی ترین جای داستان. کاپیتان تو کی میخوایی بازی بدی؟ تو حمله ها کیان؟ اسمیت و دیبالا. اسمیت اون دختره بود داره؟ آره دختره بود. دیبالا هم که 96 دیگه. دیبالا خب پس همین کاپیتانه. پس کاپیتان دیبالا شد. بریم که با هم دیگه استارت کارو بزنیم. خب آقا پیام رسیدیم سراغ بازی اول. الان تیم حریف رو با هم دیگه میبینیم. او اسم تیم حتی سی رو اشتباه نوشته، ولی رونالدو فنه دیگه مثل خودته. او باستونی ایتالیایی ده. آجی اینا همه 97 تا. کاش که تیم توی بود. سر مسی 97 توتس بود. با پلی 97 تو 20 امتیاز برای این دوتا میگرفتی.
آها یه چیزی اون بازی رو الان میخوای حدس بزنی؟ بازی پیش بینی رو من یادم نه 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 جلوتر نه. اگه اوکی. اینو بریم جلوتر اینو یادم بنداز اگر من یادم رو قسمت قبلی یادم رو بچه ها سوراخ هم کردم. اوکی 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 خب پیام جو علی علی موش مکزیکی موش مکزیکی آقا استرس گرفتم من این پله و چیز یارو رو دیدم مسی یارو رو دیدم آخ 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 من بابا وای گفتم گله ها بابا کاپیتان این باگ زد به جان خودم این باگ زد داره چی توی زنه یارو من یه بارم تا حالا تو عمرم چیز رفتم استادیوم رفتم داشتی جدی بازی کی کجا؟ به جان خودم پرسپولیس استقلال نه بابا کدوم بازی؟ یک یک نزدیک بود بذارن لهمون کنن یعنی ها راستی خود استقلالی پرسپولیسی من آجی من اصلا یکی یه رفیق داشتم اون خیلی فوتبالی بود گیر داد بابا بیا بریم ورزشگاه استادیوم بیا بریم اونجا خیلی حال میده بیا بریم داده میداد بیکاری بار میده خندیدیم میخندیدیم فقط نزدیک بود یه بار بدجور کتک بخورم چرا؟ چون که بکش زیر پاش بکش زیر پاش بزنش زمین بی تربیت اونجا چیکار میکنه یا اول فاز خوب بازی میکنه آره آره بازی شوکه یارو برای بازی اول بازی یارو خوبه نه اسم بازیکن رو اشتباه گفتم اسم تشویق کردم بازیکن تیم مقابل رو تشویق کردم استقلالی رو تشویق کردم باورم نمیشه آقا پنالتی گرفت گرفت اخراج پنالتی بس نیست باری کلا چرا؟ چرا؟ چرا پنالتی نشد؟ تو محوطه افتاد ولی پشت محوطه مثل اینکه زد قبل خط زده بود اوکی اوکی ولی خب اخراجی شد خب بگو ببینم این جالب شد رفتی بازی استقلال پرسپولیس تو پرسپولیسیا نشسته بودی بازیکن استقلال رو تشویق کردی من یه اسمی اون لابلا شنیدم من فکر کردم اون با تیم ما یادم نمیاد خیلی سال پیشه اصلا قضیه مال چند شد 15 سال 14 سال پیشه حاجی اصلا بازی چند شد آخرش اصلا من فقط رفته بودم اونجا کرکر خنده کجا نشسته بودی طبقه دوم یا طبقه دوم بودم نه نه طبقه دوم پس هیچ چیز بازی نمیدی طبقه دوم خیلی دوره آره میگم ما فقط من که فقط برای خنده رفته بودم نزدیک بود خندمونم به گریه تبدیل شه بزنن لتو پارمون کنن وای عجب رفیقم رضا جای من 10 بار گفت من غلط کردم گفت بابا این و فوتبال هیچ چی حالیش نیست یه چرت و پرتی گفت بنده خدا آقا رضا ای بابا آره. برو علی این تو گله باری کلا دیبالای کاپیتان این وجدانن خودش 10 امتیاز داشت خدا وکیل این خودش 10 امتیاز داشت گل بعدی نزدیک بود فقط باید دعا بکنیم پیام طرف نره بیرون چی بود کاپیتان دیبالا بود دیبالا ای دیبالا تیجان قربان رشتی هستی؟ تی بالا نه آره؟ نه ولی بلدی تی بالا نمیشه میشه نه اینا بچه بازی داداش خوردی میکن داداش اینجا رو کات کن ادیتور محترم اینجا رو کات کن دیگه پله 97 رو نمیتونست بگیره خانم رنال داری عجیب بود اینقدر بد جا موندم خب کلینشیتمونم که پر شد دیگه چیز اینا ریتشون بالاتره سرعتشون هم بیشتر میشه دیگه آره دیگه همون بود پلیر رفتش دیگه من نرسیدم بهش بکش زیر پاش نمیرسی بکش زیر پاش آقا استرس گرفتم به 10 نفره ببازیم خیلی زور داره اون باشگاه اوبیه چی؟ اون باشگاه اوبیه نمیدونم بجه کجاست ولی بجش که بجه اوویه دیگه
داداش دست واسه ماه دیگه، من کاری ندارم داشت این دست واسه ماه. ای بابا این باشگاه های برم به بازم چی؟ آقا فشتر رو داری رو بازی آقا این خیلی یارو پاسکاری میکنه و این خطرناکه این قضیه. بزنش بزن بکن داداش یکی دیگه این زد به ما. ای خدا وای ده نفرم هست وای دروازه‌بان اون که علنا هیچ کاری نمی‌کنه. اوف 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 گلو بگیر. ای خدا وای بالایید فکر کنم میتونستی به اون پاس بدی نه؟ دخالت ویجا دارم میکنم آره. وای نه نه گل نیست یو اول فست بابا دهنش رو سرویس. خب چقدر دیگه از وقت مونده؟ خب داریم 3-1 بودی اون سری بردی همین تایما بود 3-1 بودی بابا اون یارو مسی و پلی 97 نداشت. من دیگه شروع کنم آترورو رو برم دیگه آره یا اول فرد خیلی اوزا خیلی داره میره. دوستای عزیز لایک کامنت رو فراموش نکنید. امیدوارم که این ویدیو خوش گذشته باشه. وای باریکلا 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 یک چی دیگه میخوایم بسر برو بریم. مساوی هم باشی محله چشته؟ مساوی بشی میره 120 دقیقه. اوکی میره وقت اضافه. آره منظورت همینه دیگه وقت اضافه. آره 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 وقت اضافه. اوکی نه دفاعمون هم خداییش ضعیفه دیگه، خیلی کمه تو دفاع. آره من میگم دفاعی ها رو طرح حمله ای هر کی اومد اونور بزنش لش کن بره. بابا ویلم کن هرچی اومده دروازه‌بانه خورده. باورم نمیشه. ببین کانستنت پرشر ریسکه، یا جواب میده یا به فنا میریم. بده هرچی ریسکه بزن. آره دیگه بزنیم که ایشالله گلو بزنیم. پاس تو عمق، یه پاس دیگه توی دروازه. باریکلا دیبالا دیبالا گلو زد. دیبالا برو بریم. ای تیبالا تی جان قربان تیبالا یارو ده نفر است باورم نمیشه. باریکلا باریکلا اینو زدی یا علی. 9 دقیقه دیگه بیشتر وقت نداریم. این گله به جان خودم این گله. بابا اخراج بعدی دیگه دو تا موقع باورم نمیشه اخراجش نکرد. این گله ولی باریکلا 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 هم بزن هم بزن براش هم بزن. باید واقعا هم بزن. براش هم میزدم. خیلی تاکسیکه یارو. بیتر بیاد اخراج نکرد اون توپر اونی که منو زد. وای 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 آخا باز گرفت لعنه. رفت 120 رفتم خیز برداشتم داده رو بکشم. پیام یکم اطلاعات از خودت بده من آروم بشم. بگو از کی شروع کردی یوتیوب و یوتیوبری دیگه استریم هم ولی میکنی استریمر هم هستی. آخه من هیچ وقت استریم رو به عنوان یه کار نگاه نکردم علی میدونی چی میگم. حالا شاید مثلا بگم بشه گفت هم استریمر ولی هیچ وقت استریم رو به عنوان یه به چشم یه کار نگاه نکردم. تفریح استریم رو خیلی عشقی من خیلی استریم کردن دوست دارم، یعنی واقعا لذت میارم دیگه خودت میدونی. یوتیوب ولی اول شروع کردی؟ آره آره من یوتیوب رو تقریبا 4-5 سال پیش شروع کردم. از اولم همون ماینکرافت بودی؟ نه اصلا من یک سال من اولش با آموزش عکاسی فیلم برداری شروع کردم. هنوز ویدئوام هست. جدی می عکاسی؟ آره آره هم عکاسی هم فیلم برداری. بعد رفتم روی ولاگ. بعد خیلی شانسی چیز کردیم. خیلی شانسی گلو بزنم. تو زدی باریکلا. من دمش میزنم فقط به خاطر پیام. حالا این تکل بزن. باریکلا داداش من داشتم تو رو نگاه میکردم تو اومد گل زدی. گفتم من چیز کنید توضیح بدی من آروم بشم گلو میزنم. آره آره باریکلا. حالا بیشتر از خودت بگو بیشتر آروم بشم. بعد هیچی دیگه همین دیگه. بعد شروع کردم ولاگ. بعد خیلی اتفاقی با گیم ماینکرافت آشنا شدم و
دیگه افتادی تو. یعنی قبلش اصلا بازی نمی‌کردی؟ اصلا من اصلا مثلا بهت بگم من وقتی این گیم رو یاد گرفتم انقدر خوشم اومد مثلا 3 ماه تموم فقط پای کامپیوتر بازی میکردم که زودتر قوی تر بشم تو این گیم. یا اول فاز نه اوکی آره من ماینکرافت رو اصلا ولی الان هم دوباره سبک چنل عوض شد دیگه. الان هم دوباره مثلا گیم های مختلف میزنم توی چنل هم دیگه. ولاگ هم که من یادم ولاگ هم میگیرم. پیش چیز عجیب غریبی تو ولاگ میگرفتی و میذاشتی. آره. یعنی واقعا ولاگ گرفتن سخته، اینقدرم زود بتونی ویدیو رو بیرسی. دیلی بودم من اصلا یک ماه دیلی ولاگ میذاشتم. خیلی سخته واقعا. آره. یک ماه دیلی میذاشتم. الان من خب خیلی علاقه دارم به ولاگ خیلی علاقه دارم، ولی اینکه الان وقتش بشه دوباره الان خیلی تک و توک دارم میذارم، مثلا ماهی 2 تا دونه ولاگ بیشتر نمیذارم، ولی این گله، این به جان خودم. آقای پیلا اگه گل بزنه که بابا اوتو بلاک، اینه اوتو بلاک پیام، اینه اوتو بلاک. میدونم میدونم، مرگ بر اوتو بلاک. واقعا پنالتی باریکلا دیگه بردیم دستو 6 شات. من به نظرم چپ پایین بزنیم پیام. منم چپ پایین. آره موافقم، چپ پایین. موافقم، معمولا چپ پایین گل میشه. باریکلا باریکلا گرفتیم دیگه برای ما 6 شات. هر دوتا اختلاف چقدر گفتی امتیاز داره علی؟ 2-5 در یه گل اختلاف گل. تفاضل یه دونه، هر تفاضل یه دونه. ولی میدونی باگ داستان چیه؟ من آتو بلاک تعویض کردم. نه کاپیتانمو تعویض کردیم، آخه جون نداشت دیباله، مجبور بودم. خب چی میشه مگه کاپیتانو تر دیگه نمیتونی باش گل بزنی، ولی گل زدی فکر کنم یکی دوتا باش. دوتای اول با دیباله زدی، ولی آخه تعویضش نمیکردم نمیتونستیم بازی رو برگردیم. آره نه اوکیه، امتیاز اون دوتا گل رو میگیریم با اختلاف گلا. آره. درسته؟ چه اختلاف گلا میگیریم، دارم بیشتر میکنم جدن. باری کلا بخورش گلو. آره بخورش گلو. حالا این تک بزن اخراج شد، اخراج نشدش. او رو ببینم، او رو ببینم دختر. اوف 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 اوف، خوب میدوه. باریکلا باریکلا، هم بزن، هم بزن. همه گلایی که زدی برای شده هم بزنم. آره آره اوکی، هرچی تاکسیکه تر بهتر. برو بریم 8 شار. فکرشو نمی کرده، جدن فکرشو نمی کرد کار به اینجا کشیده شد. داشتیم 10 نفره ازش می باختیم. آره اولش خوب بازی کرد ولی آره اینم از بازی اول. باریکلا یه چک دیگه بکنیم که مطمئن باشیم واسه امتیاز. ببین تو 20 امتیاز که اصلا قبل از بازی داشتی، الان 2 تا گل دیبالا زد، 4 تا هم اینجا چیز کردیم. تفاضل بذار یه دقیقه دیبالا رو چک بکنم. بله دیبالا 2 اوکی. 26 امتیاز خب آقا پیام رفتی واسه بازی دوم. ببین پیام، امیرحسین مهمون قسمت قبلی 53 امتیاز بدون لایک و کامنت، یعنی تا 63 امتیاز میره. تا الان 26 امتیاز داری، بازی دوم هم هستیم. فکر کنم اگه همینطوری پیش بریم بتونی. یا ابوالفضل حاجی، همه مسی رو دارن. این مسی تیم اف دی ایرشه، قبلی مسی توتساش، این مسی تیم اف دی ایر داره، فقط به تو نداده مسی رو. اون بازیکنی که می‌خواستم بگم خیلی میده مسی بود. اوکی همونه، پس همه دارن دیگه. این شانس من بود، نداده بود. دقیقاً خیلی عجیبه واسم که تو نگرفتی. اعتراف بد زدن باتوری دروازه. هم بزنم؟ نه نه این بزن بزن تاکسیک بازی بزن اینه. دیر, دیر گفتی بزن، از هرچی گل زدیم بزن، هرچی گل. دیبالا هم گل زد، کاپیتانت گل زد. تضیف رویه شون کنیم. خوبه این دیبالای خوبه.
قویه. خوبیه. آره. آره. خب پیام از چیز برام بگو، ورزش مورد علاقت بگو. من میدونم که تو باشگاه میری. ماشاءالله. آره. فیتنس من خیلی حرفه‌ای فیتنس کار میکردم چند سال. ولی مدل الان... هم بودی؟ بودی. نی. اینجوری که کردی بودی. نی. آره. برای اینکه چون که اینجا سنی که من برای هیکلم میتونستم باشم، ولی خب سنم بالا بود، چون اینجا کلن مدلینگ از سن مثلا 15 سالگی اینطورا شروع میکنن مدلینگو. آره خیلی سن پایین شروع میکنن، برای همین خیلی سخت بود. ولی خب مسیر رو تا یه جایش رفتم، ولی دیگه احساس کردم خیلی دیره برای این کار دیگه، به خاطر همین دیگه اصلا کلن، چون اگه میگم آدم بخواد حرفه‌ای از طریق آژانسا کار کنه، 99% آژانس‌ها سن پایین قبول می‌کردن. اونایی که مثلا سن بالا مدلینگ کار می‌کنن، کسایین که مثلا از بچگی شروع کردن و فلان و اینا، یا ابوالفضل گفتم رفت تو گل. آره. اینجوری بوده. ولی برای ورزش، آره ورزش و حرفه‌ای من چند سال حرفه‌ای فیتنس کار کردم، ولی دیگه بعدش دیدم بی دلیل این کارو کردن، چون از طریق ورزش نه درآمدی داشتم، شغلم چیز دیگه بود، ولی حرفه‌ای مثلا باشگاه مثلا فیتنس کار میکردم. برای همین دیگه بی خیال شدم دیگه. الان نه، الان ورزشم و همینجور دیلی میرم جلو، ولی خیلی دوست دارم ورزش کردن و خیلی دوست دارم. الان مثلا باشگاه میرم، شنا میرم. ای بله شنا هم میری؟ آره آره شنا هم میرم، جفتشو با هم میرم. 2 روز در هفته شنا رو میرم، 3 روز باشگاه میرم. چه خوب. آره 2 روزم استراحت. پس یه روتین خاصی داری دیگه. آره آجی من اصلا چیز که نباشه، اصلا چی بهت بگم، چی ورزش؟ بگم ورزش نباشه من دیوانه میشم قشنگ. آره. علی من قشنگ دیوانه میشم. من پام کشی کس، من 5 ماه یعنی داشتم قشنگ دیوانه میشدم ورزش نمیکردم. آخ 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 بابا چه گل مزخرف. خوشحالی گل رفت. ای بی تربیت، حیف کاش من چیزه رو میزدی علی. آره واقعا الان حسرت نمیخوام که چرا همو براش نزدم. آره بکش زیر پاش، بکش زیر پاش بی تربیت. پادکشی کرد چقدر تو گچ بود راستی پیام؟ گچ نمیشد گرفت، اصلا جایی نیست که بشه گچ گرفت. آره. یعنی چند وقت هیچ کاری نمیتونستی بکنی؟ بعد استراحت میکردی؟ یک ماه و نیم 2 ماه که اصلا پامو نباید زمین میذاشتم. چی کار میکردی تو اون دوران هاجی؟ هیچی دیگه، با عصا، همش با عصا. بعدش دوباره یک ماه و نیم مثلا 20% از وزنم رو باید رو پام میذاشتم، که همون تقریبا میشه گفت نباید میذاشتم دوباره، فقط یه ذره باید آروم آروم پام رو زمین میذاشتم که عضله ها دیگه خیلی چیز نشه، شل نشه، چون بعدا از اون ور سخت‌تر میشد برای راه انداختن عضله ها. ولی در کل نزدیک 5 ماه خورده اینطورا کلن ثابت بودم. چی شد که شکست؟ توی صخر یا لیز خوردم، دقیقا بغل رون پا، رون پام بالای رون پام خورد، لبه یه صندلی آهنی بود. آره شکست، اینجوری شد دیگه. چقدر درد داره وای. الان دیگه چیزی که نهاری، یعنی دردی که نهاری تو پا. چرا چرا درد دارم؟ هنوز داری؟ آره آجی. همین الان از جام پاشم، الان مثلا این مدت که نشستیم برای ویدیو از جام پاشم درد دارم، هی باید تون تون پاشم یه ذره را برم دوباره بشه. دکتر گفته که خوب میشه تو دراز مدت. الان 6 ماه، همین 3 روز پیش 6 ماه اولش گذشت، رفتیم دکتر چک کرد، عکس گرفت، گفت تو الان چیزی که عکس نشون میده و چیزی که تو برام تعریف میکنی همه چیز اوکیه، ولی دوباره یه 6 ماه دیگه یه ویزیت دیگه برای 6 ماه آینده داد دیگه، اون موقع دیگه به من 100% میگه خوب شدی یا نه دیگه. اوکی شده که زودترم خوب بشی. اینم از ورزش تفریحتم که ورزشه دیگه. من آره تفریح کلن... مثلا ویکند آخر هفته
جز ورزش کار دیگه ای هست بکنی؟ سینما؟ آره سینما آره. کم پیش میاد ولی آره شهر مثلا شهرهای نزدیک میریم میچرخیم شنو الان هم که سگ گرفتم مثلا بیشتر جایی میریم سگ گرفتی؟ آره آره آه عکسی گذاشته بودی الان یاد افتاد آره آره آره, آره, آره. آره مثلا دیروز یه دونه یه جایی هست نزدیک دریا که برای سگا هستش یه جایی برای سگه رفتیم اونجا خیلی خوش میگذره همه اونجا با سگ میان اینا با هم بازی میکنن آره خیلی باحاله هم فانه هم که خوش میگذره آره آره جات خالی دیروز رفته بودیم اونجا دیگه بخارگانو ببینم اینم هم برای آقا پیامی که عاشق هم زدنه یه چهار تا کنار هم بچین همه با هم اینجوری کنن این واقعا یه فوبیایی که من دارم یه دونه دیگه این دارم که ویدیو بگیرم صدا نداشته باشه یه بار برام پیش اومده آره آره من تو ولاگ این اتفاق برام افتاد توی گیم نه تو ولاگ این اتفاق افتاد چون یه زمانی میکروفونم رو هی باید خاموش روشن میکردم موقعی که میخواستم ویدیو رو استارت بزنم اون تو زدی نازم بله آقای دیبالا هم زد آجی من باهات صحبت میکنم من تو رو نگاه میکنم گیم رو نگاه نمیکنم اشتباه میکنم من کارم انجام میدم گل رو میزنم باریکلا داشتنی باریکلا دیواله داره میاد رو فرما چشش نزنیم وای نزدیک بود گل بعدی هم بزنیم خب میگفتی چی میگفتم در مورد ولاگت که صداش قطع شده بود آره میکروفونه رو باید روشن خاموش میکردم دو بار این اتفاق افتاد ولاگو مثلا یه تیکه هایی بود ضبط کردم بعد رفت برگشتم خونه دیدم اون تیکه ها صدا نداشت میکروفونو یادم بعد دیگه سر همین شد اصلا میکروفونه رو دیگه انداختم اونور دیگه استفاده نکردم اصلا خستگی اون ولاگ تو تن آدم میمونه اصلا کنسل شد دیگه نذاشتم کلا ولاگشو دیگه چون جاهای خیلی مهم بود سخت ترین ویدیوایی هم که داری همین ولاگاست درسته؟ ببین من کلن ادیت ویدیو رو خیلی دوست دارم خب خود ادیت کنی؟ من همیشه خودم ادیت کردم آره. ولی ادیت ولاگو ای 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 چیپ قشنگیه نه دیگه الان تو میخواستی برای ما هم بزنی دیگه حقش بود ما میومدیم دست مینداختیم دهن تره جر میدادیم سه دو دیگه هم زدن نداشت هم نداره آره باری کلا دروازه‌بانش بگیره تیبالا آره من ادیتو کلن دوست دارم ولی ادیت ولاگو جدن از ادیت گیم خیلی بیشتر دوست دارم دیگه ولی خب ادیت گیم برای من ادیت های ماینکرافت خیلی طولانی بزنمش بزنش بزن بزن باری که ای نگرفت باری کلا ولی دروازه‌بانم رسید گرفت دروازه‌بانه علی زلزله بود آره اسم تو بالا سرش بود نمیدونم کی آیدی من دیگه آره 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 میگم دروازه‌بانه علی زلزله بود الان غلط زیادی کرد الان همون میزنه بخارگانو ببینم برو 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 دو سه تا با هم بزن متاسفانه دقیقه آخر که میزنی این انیمیشن کوفتی پیس فایل نمیذاره خوشحالی گل بزنی آه تموم شد دقیقه اش شده شیش بود دقیقه مثلا چار پنج دقیقه آخر که گل بزنی این اتفاق بود اوکی آه ولی خوبیش دیگه دیبالا خوب گل زد واسه من این بازی کاش میشد تو چت نوش بنویس مثلا شانس آوردی ما هم زدیم تو ندیدی فکر نکنی نزدم تو هستی که مسیج میدی چون مسیج میشه داد تو پلی استیشن آره بده برو تو مخش باریک بابا اصلا نمیخواد باز رفت تو انیمیشن اصلا آجی اصلا نمیخواد همم بزن استوب کل لفده به نفمونه چند تا میشه چند تا میگیرم من چند تا تفاضلمون دو تا است اگه لف بده تفاضلمون سه تا به بالا حساب میشه اوکی بله لف داد خوبه خب چند سه تا امتیاز میگیرم سه تا به جای دو تا سه تا چون لف داده و و و و آقای دیبالا چند تا گل زده خیلی گل زدم با دیبالا همه رو با دیبالا زدی؟ پنج تا؟ اوکی پنج تا
5 به علاوه 3 8 امتیاز. 8 امتیاز گرفتیم. میشه 34 امتیاز تا الان. خب بریم با اندیگه بازی. الان اینم مسی 97 داشته باشه دیگه، یا هر مسی واقعا بدشانسی. پیام خب طرف منچستری هم هست، کورتوا دفاعش خیلی خوبه، زیدان باز مسی رو داره، باز مسی رو داره ولی 94 ولی 94 این کارتش هم خیلی خوبه، این 94 هم خیلی خوبه. آره خیلی بدشانس بودم آجی، نداده دیگه واقعا سه تا حریف به مسی. آره لفت داد، لفت داد، لفت حساب نمیشه داداش لفت داد. آقا لفت داد آی ملت دیگه کنید، لفت داد. این بایگ ایه واسه این که وقتی که مساوی لفت بدم واسه حریف باخت حساب میشه، ولی واسه طرف مقابل هیچ حساب میشه و باید دوباره اون بازیه رو بکنه. آه یعنی الان ما بازم سه تا بازی ایم. آره اوکی آره. اوکی برو بریم، برو بریم. یه امتیاز رو به من بده لفت داد دیگه، حداقل دلگرمی بشه برای من. مسی نداشته باش تو رو خدا. نداره سخته. آره 97 داره، تیما همه خوبن. آره این گل اول، این گل معلومه که بغل پات گرم شده ها علی. نه هنوز هنوز گرم نشده. نه ببین بغل پا میدونی مثل کدوم گله؟ گل سوم بازی قبلی بود، داشتی منو نگاه میکردی گفتی ندیدم، از بیرون محوطه شوت میکنم بغل پا میره تو سکونج، اصلا عشق میکنی. حالا میزنم الان گل نخورم فقط. آفساید. اوه 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 حاجی یارو مسی داره، تعویضی مسی شد. مسی بود این، مسیه اینم، مسی آره. داشت باورم نمیشه پیام، مگه میشه؟ خیلی داره کارتشو میده دیگه. ای وای ای وای خوبه، ولی بچه خوبیه، تاکسیک بازی در آره بازی خوشحالی گل نرفت، ولی تو بکن این کارو، گل زدی تو، تو خوشحالی کن که اونم یاد بگیره باید این کارو بکن. فقط امیدوارم چوب این تاکسیک بودنمونو نخوریم قهرمان نشیم. نه اتفاقا هرچی آدم بیشتر بره تو مخ احتمال برنده شدنش بیشتر. نه بیشتره. تعذیف رویه میشه یارو. آره بابا. توی دروازه. و توی بعد هم میزدم یادم رفت. آره حیف شد. خواستم هم بزنم. اوف 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 همون دریبلی که کردی داداش خودمون و توی دروازه. آره خوب کاری کردی، آفرین آفرین. اینجوری میری تو مخش، الان دوتا دیگه راحت میزنی. آخ 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 اینقدر مونده بود به چیزا، ولی چه جالبه که زن و مرد رو با هم تو زمین آره. میذارن. امسال این کاری کردن اخراج شد. نشده اخراج شد. نه بله اخراج شد. خب چرا کارت قرمز اون بالا نزده جلوی تیمش؟ نباید بزنه. چرا چرا میزنه ولی باگ شده فکر کنم. دیدم من اون بالا زد اخراج شده، ولی الان باگ نشون نمیده. دیبالا داداش این عمر رو میگه، هرکی میاد جلوش میگیره چکشش میکنه. چرا از ایک باری کرده چه ایجوری توپو گرفتی از چنگ مردی کشیدی؟ استوپ هم زده یارو هنوز. یعنی چی استوپ زده یارو؟ بالا میبینی اخراج که شدهش استوپ زد فکرم خواهد. آها توی دروازه، کاش که دیبالا میزد فکرم بره بیرون. آخ آخ اگه این لفت بده، آخه الان به نفعمون نیست که لفت بده، بمونه. چرا؟ تا میتونه گل گل بزنه. اوکی آره. اوکی علی من حدس نزدم گیم و چیزا رو، البته حدسم میزدم نمیشد آجی، من اصلا فکر نمیکردم هفت تا هشت ما گل بزنی. ولی برای فینال داریم ها، فینال اوکی. فینال رو میریم،
از الان میخوای حدس بزنی یادمون باشه؟ یادمون نره. فینال 5-2. 5-2 اوکی. بردیم سعی... 5-2. آره سعی میکنم 5-2 رو در بیارم که یه امتیاز مشتم بگیریم. امیر حسین که بنده خدا یادمون رفت امتیاز رو بگیریم باش. تازه امتیاز رو نگرفته بود 63 شد 53 شده بود 53 که 10 تا هم بگیره تا 63 میره ای جانم آخ ایچ ایچ ای بابا چیل مزخرفی گل زد آره بابا اصلا من نفهمیدم اوفه 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 نشد هم بزنم چه باحال بودین آره بعضی موقع اینجوری میشه به جای هم اینو میزنه آخ 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 نه البته پنجیم دیگه خودش دیگه غیر ممکنه طرف برسه این گرفتیم اینو گل نخوریم که چیز نشه بابا آخ آخ هر چی توپ بیاد این دروازه من حرف نمیزدم علی جان خودتو ناراحت نکن ولش بابا باورم نمیشه این توپ قیل دیگه کرایوف جان جان داداش اذیت نکن کار کن آی 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 اول فاز آجی شدیم 5-4 وای علی بچه با جنبه ایه چیز نمیده نه نه چون پایینه مساوی کنه بله اینا رو من بزرگ کردم یعنی گل بعدی بزنه تا وسط زمین میدوه بعد هم میزنه یک دقیقه تمومه البته نمیره برای وقت اضافه دیگه نمیده دیگه وقتی بزن 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 خورده اخ 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 دیبالا هم بود پیام بقیه رو با دیبالا دیبالا زده دیبالا زده بودی بقیه رو آره دیبالا گل زد ولی حاجی تفاضلمون یک شد پیام اشکال نداره مهم اینه که بردی همه رو با دیبالا زده بودی اصلا نه نه دو تا گلشو با دیبالا زدم ای خدا سه امتیاز هم اینجا گرفتی اشکال نداره حل چشته چند شدی شد چقدر 34 بودی شدی 37 37 بسیار عالی CR7 رونالدو همم رونالدو فن دارم بهمون میخورن این قسمت سالیب او دلیخت مسی نداره اوکی. مسی نداره ولی بلینگام 97 یا اول فصل چقدر 96 97 داشت ما یه دونه هم 97 نداشیم نه نه آره همه 96 بود نهایتا فتوی دروازه دیبالا 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 برو بریم 5-2 اینجا حساب دیگه اوکی آره دیگه آره دیگه فینال دیگه گذاشتم وقتی توپو ازش گرفتم که آوانتاژش تموم شده بود دقت کردی نمیرفتم توپاش یعنی چی آوانتاژش تموم شده بود اون بالا دیدی زرد اومده بود همون الیک آری که گفتی اوکی منتظر شدم اون تموم شه بعد توپش آی 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 که خطرها نگیره یه علامت کاج اومد با اون آجی این چقدر علامت های مختلف میاد من توجه نکرده بودم بابا منو میخندونی من اصلا تمرکز هم صفر میشه یکی شنا اومد یکی آره. کاج اومد چیه؟ پلی استایل مختلفه کاج یعنی خیلی سفته یارو دیگه نه کاج کدوم گفتی کاج یه چی این کاج هر کدوم پلی استایل های مختلفه که اکتیو میشه اون لحظه نه تو نحوه گیم من بهت کمک میکنه الان این یا نه اصلا برات مهم نیست چیه اصلا استایلش اون چیزی که الان نشون میده نه اون تأثیری نداره فقط نشون میده زدیم اینو پلی استایل تأثیر داره 5 تا بیشتر نزنی جان داداش به اینا 5 تا زدی دیگه فقط باش بازی کن دیگه معمولا چی با وقتی که برای دروازه‌بان که اونجوری چیز میکنی پنالتی دوباره بزنیم بزن آره بزن هر جا فکر میکنی و که بزن محکم تو چپ پایین وای آجی گفتم گرفت یا اول نه فت... از وقتی که چپ پایین رو انتخاب کردم زندگی خیلی راحت نه این رفتی نداشت اصلا مواتم خوشحالتر شده آره آجی یه سی به میگه فکر کنم بتونم 5-2 رو در بیارم اگه طرف لفت نده اصلا به نظر من درآوردی ولی میخوای بذارم یارو نمیدونم آخه الان گل بذارم میترسم یارو لفت بده میخوای بذارم یارو گل بزنه
یا نه؟ قرار گل بزنم احتمال داره لفدا. خب بعد آخر سر نتونی بزنی؟ این هم ریسکه اونجوری یه هوی یارو فیریکیشه. تو الان سعی گل زدن تو بکن. البته نه دیگه نیمه اول تموم شد دیگه آجی. الان وا یارو استوب زد. من میگم یه کاری کن. من میگم یه بذار یه گل بهت بزنه الان. بزنه؟ آره. الان بذار ببینیم لف میده. الان بین نیمه است. چون میتونه الان لف بده. لف نده دیگه بازی کن. نه بازی میکنه. بچه جوانمرد دیگه دست آخره دیگه. لف داد. ای خدا متاسفانه یا خوشبختانه لفتاد نمیدونم چی بگم. نتونستیم پیشبینی رو ببریم ولی میتونستم به نظرم پیشبینی رو 5-2 رو بازی رو 5-2 تمام کنم. آقا ولی اشکال نداره دوتا گل با دیبالا زدیم خب سه تا هم که اینجا داریم میشه چقدر میشه؟ اه نه چیز شد بلکشیت شد چی بود کلینشیت شد کلینشیت شد 5 تا اونجا داریم دو تا با سه تا 5 تا زب در 2 میشه به خاطر کلینشیت اوکی میشه 10 امتیاز درسته؟ آره 10 امتیاز هم واسه قهرمانی درفت 3 تا هم به خاطر من خود من که مردی قوی ای دست تو. خب آقا یه جمع بزنیم 57 امتیاز جمع امتیازی که کلن گرفتی 57 از نفر قبلی بالا زدم بله 57 امتیاز گرفتی بدون لایک و کامنت. حالا اگرم اشتباهی کرده باشم ادیتور بچه ها مثلا هفته قبلی امتیازها رو اوکی میکنه. حالا جدولم ادیتور لطفا بیاره. آقای پیام خان رفت صدر جدول با این 57 امتیازی که آورد. اگر 10 امتیاز لایک و کامنت هم میگیره با 67 امتیاز میشه که اونور امیر حسین 53 امتیاز آورده بود که بازم با 10 امتیازش 63 امتیاز دوم میشه. الان فعلا آقای تیمسار صدر جدوله، امیرحسین هم که دوم جدوله. صدر جدولم میمونم من ایشالله. ببینیم چی میشه، ببینیم حریفای بعدی چیکار میکنن. دمت گرم پیام جون. چکرم، خیلی خوش گذشت، بسیار خوش گذشت. وقت گذاشتی واقعا ارزشمند بود برای من. ایشالله که بچه هم لذت برده باشن. لینک چنل پیام عزیزم تو دیسکریپشن گذاشتم. دمت گرم، دمت گرم. بچه ها سر بزنید و اینکه دمتون گرم که قسمت دوم تماشا کردید. قسمت سوم ان شاءالله هفته بعدی شنبه ساعت 7. پیام جون صحبت پایانی داری با بچه ها؟ قربونت، بسیار حال داد و اینکه خیلی خوش گذشت. مرسی از دعوتت. از همگی هم خدافظی میکنم. دمتون گرم. ممنونم ازت. دمتون گرم بچه ها. قد سلامتیتون رو بدونید. تا ببینید بری چاکس فعلا. Freak out,